بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان ملل اعلام کرد که تلگرام به محل فعالیت بازارهای زیرزمینی، باندهای جنایتکار در جنوب شرقی آسیا و صرافی‌های پولشویی تبدیل شده است. در گزارش از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل ذکر شده که داده‌های هک شده شامل جزئیات کارت‌های اعتباری، گذرواژه‌ها و تاریخچه مرورگر کاربران به طور گسترده در این پلتفرم معامله می‌شود. سازمان ملل تلگرام را به ارائه خدمات پولشویی از طریق صرافی‌های ارزهای دیجیتال بدون مجوز متهم کرده است. تلگرام در حال حاضر نزدیک به 1 میلیارد کاربر فعال دارد. فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که هواپیماهای F-16 این کشور با انجام حملات هوایی موفقیت آمیز مخفیگاه گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش را در منطقه العیس در صلاح الدین منهدم کردند. این عملیات منجر به هلاکت 6 تروریست داخل مخفیگاه شد. در بیانیه‌ای فرماندهی عملیات مشترک تاکید کرد که نیروهای عراقی تا پاکسازی کامل کشور از وجود تروریست‌ها به مبارزه با عناصر داعش ادامه خواهند داد. این اقدام نشان دهنده عزم جدی عراق در مقابله با تهدیدات تروریستی است. درگیری‌ها در دارفور شمالی میان ارتش سودان و شبه نظامیان منجر به کشته شدن 13 کودک بین 6 تا 17 ساله شده است. شلدون یت، نماینده یونیسف در سودان، تاکید کرد که کودکان هیچ نقشی در این جنگ‌ها ندارند، اما بیشترین آسیب را از این درگیری‌ها متحمل می‌شوند. از آغاز این بحران، سازمان ملل تخمین زده که 20,000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. این جنگ همچنین بیش از 10 میلیون نفر را آواره کرده و 2,400,000 نفر به کشورهای همسایه و دیگر مناطق فرار کردند.